آیا از نظر خود وجدانت قبول از نظر میکنه؟ ما، از نظر ما گوش کنی لازه، از نظر ما کسی که زنا بکند، عزت نفسش به اجاره بگیره، ساکت آیا با از نظر ساکت خودت؟ باش، ساکت باش. ببینید بحث در مورد روایت شماست. از نظر ما این چیزا در مذهب ما وجود نداره. شما این چیزا را که ما بگید ما حرام میدانیم و کفر میدانیم، ولی شما در معتبرترین کتاب، یکی از معتبرترین کتابهای شما آمده که شما حق دارید به فرموده امام شما ابو حنیفه، به فرموده امام شما ابو حنیفه که شما میتونید یک زنی را برید کرایه بکنید برای زنا کردن. یک زنی را برید کرایه بکنید برای زنا کردن. پاسخ از این دارم بدی که این چه مذهبیه؟ من سوالت را گرفتم زلفقار عزیز. اجازه؟ این چه مذهبیه که داخلش اجازه داری بری در یک فاحشه خانه یک زنی را پولی میش پرداخت کنی برای زنا، برای یک ساعت، برای نیم ساعت، برای یک روز اجاره بکنید؟ این را پاسخ بدید. پس امید لفظ نکاح متع با اجاره چی فرقی دارد؟ نکاح متع را نکاح متع است. نکاح خودی داری میگی احمق. نکاح یعنی ازدواج، یعنی نکاح داری میخوانی. این هم خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرده. آیه 24 سوره نساء، آیه 24 سوره نساء، خداوند متعال به صراحت بیان کرده اینا که انسان متعه یعنی ازدواج، یعنی شما عقد نکاح میخوانید تا با هم محرم شنید و بعد از این هم که طلاق دادید، بعد از این هم که وقتش تمام شد، باید او زن عده نگه داره مانند ازدواج دائم. ولی در مذهب شما این حکم خداوند متعال است. علمای شما داری تصریح کردن، بزرگترین علمای شما که اگر خواستی من الان از کتابهای خودتان دید ثابت میکنم. این پس حکم خداوند متعال است. شما نمیتونید به حکم خداوند متعال ایراد بگیرید. از دین خارج نه 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 ما ایراد گرفتن نمیتونم. اجازه بدی. اجازه. دوم، بحث در مورد این هست. بحث در مورد این هست که شما در مورد اجاره کردن زن، اجاره کردن زن برای زنا ده ما توضیح بدید. در مذهب شما همونطور که من کتابش هم اول لایو نشان دادم، روایت هم دهتان نشان دادم، اگر خواستی دوباره هم دهتان نشان میدم، امام شما ابو حنیفه میگه که اگر یک مردی یک زنی را کرایه بکند برای زنا کردن، هیچ اشکالی برش وارد نیست. برید عزیز برادر، اسناد با سند یک دفعه دیگر مگوش کو، ما با این تکیه میکنیم. صحبت ما تمام شده، شما بفرمایید. آیه ابو هریره، صحبت ما تمام شده، شما بفرمایید. شما هر بار میان کلام بنده پری من رشته کلامت دستم خالی چنه، دوباره از ترنه شروع میکنم. ببینید قرآن کریم متعه صیغه حلال اعلام کرده و این را بزرگترین علمای شما بهش اقرار کردن که الان من یک نمونه شنه دهتان نشان میدم. خب دوستان عزیز، این کتاب الباب فی علوم الکتاب است. الباب همینطور که دارید میبینید کتابیه به نام الباب فی علوم الکتاب، تعلیف الامام مفسر حفص عمر ابن علی ابن عادل دمشقی حنبلی، متوفای سنه 88، خیلی قدیمیه. جلد ششم. کجا چاپ شده؟ منشورات محمد علی بیزون، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان. در این کتاب صفحه 310 آیه چند؟ آیه 24 سوره نساء، آیه 24 سوره نساء. و ذهب ابن عباس، ابن عباس میگفت، اعتقاد ابن عباس بود، ذهب ابن عباس ان الا ان الايه المحكمه، اي ايه ايه 24 سوره نساء از محكمات قران كريم است، نه از متشابهات، از محكمات قران كريم است. و در اینجا چی را رخصت دی شده خداوند متعال؟ في نكاح المتعه. در اینجا در آیه 24 سوره نساء خداوند متعال متعه را اجازه داده. فما استمتعتم به منهن، ببین، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاعطوهن اجورهن. قال بعد چی میگه اینجا؟ در اینجاست. و اما عمران ابن حسین میگه، اما عمران ابن حسین میگه فانه قال نزلت هذه المتعه في كتاب الله، متعه در قرآن کریم نازل شد. بلام یا بس آیت بالایش بالایی را بخونی برام. ساکت بالایی آیت را بخون برام. چشم، ساکت.
به دلیل با بخونم و ربا ربا کجا شد و اما عمران ابن حسین فانه قالت ندلت هذه المتعه في كتاب الله ایک متعه در قرآن کریم نازل شد بلم یدل بعدها آیت تنسخاب آیه بعد آیه هم نازل نشد که را نصب بکنه و امرنا بها رسول الله و رسول خدا امر کرد و ما با رسول خدا متعه کردیم و ما تا با رسول خدا از دنیا رفت من نکد ما را ثم قال رجل برأی ما شاء یک شخصی برأی خودش آمد ایره حرام کرد که الان باید میگم اون شخص نجاتی که ایره حرام کرده کی بوده بعد میگه چی برای محمد ابن جریر طبری فی تفسیره عن علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید لولا ان عمر نهی عن المتعه ما ظن الا شقی اگر عمر زنازاده نجس متعه را حرام نمیکرد هیچ کسی زنا نمیکرد الا انسان شقی خب این پس طبق کتاب خود شما که قرآن کریم متعه را جایز دانسته متعه را جایز دانسته و بزرگترین علمای شما به این اعتراف کردن و از این متعه کفر عمر ثابت است چرا؟ چون خدا در قرآن کریم نازل کرده پیغمبر امر کرده و هیچ کدام آیه نسخ هم نازل نشده پیغمبرم من نکرده عمر به رأی خودش حرام کرده این کاره خداوند متعال در سوره مائده آیه 44 چی میفرماید؟ و من لم یحکم به الله فاولئک هم الکافرون هر کس کی خلاف او چیزی که خداوند متعال امر کرده حکم کند کافر است کفر عمر از اینجا ثابت است پس ما ثابت کردیم که قرآن کریم متعال نازل شده در کتابهای خود شما معرفی شده حالا بریم سراغ کتابی این کتاب یک دقیقه زلفقار یک دقیقه صبر بکن که من توضیحات بتم برات ابو هریره اجازه بدید من اگر ما آوردی به گپ زدن که برای من تو کتاب برای من نشون بدی من کتاب های از خودت نشان میدم که در کتاب های خودت چی چیزها نوشته آقای ابو هریره بذار من صحبتم تمام شد بعد شما روی چشمان ما همه رو نشان بدید من هستم المحلا بالآثار از کی نمیشه امام الجلیل محدث الفقیه اصول اصولی ابو محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم اندلسی خب منشورات محمد ابن بیزون دارالکتب العلمیه کتاب چاپ کرده خب دارالکتب العلمیه کتاب چاپ کرده صفحه 5362 5362 اینجا ای 5363 است ای 5362 و قال ابو حنیفه میگه و قال ابو محمد قد ذهب الى هذا ابو هذا ابو حنیفه ولم يردني الا ما كان متارفتا و اما ما كان فيها عطاء او استعجار فليس ذني ولا حد فيه ابو حنیفه چی میگه؟ میگه اگر کسی زنی را برای زنا کردن اجاره کرده باشد و با او زنا کند و با او زنا بکند این عمل زنا محسوب نمیشه هیچ حدی هم برای جاری نیست حالا شما دما پاسخ این مذهب شما این امین مطلب از کجای قرآن کریم از کجای سنت در آوردید که گفته باشه شما میتونید برید یک زن فاحشه را اجاره بکنید پول نش بدید بیارید برای زنا کردن تا با او زنا بکنید هیچ اشکالی هم بر شما وارد نیست بفرمایید پاسخ بدهید سر ما در کتاب الهدایه خواندیم نکاح الاجاره یک باید دیر ما کتاب الهدایه کتابی است که یکی از کتاب‌های بزرگ اهل تسنن است که در کتاب الهدایه آمده نکاح اجاره چگونه نکاحی است نکاحی است گویا کسی مهر پرداخته نمیتونه همین نکاح را به صورت اجاره میدانی که به صورت اجاره چگونه به صورت اجاره ای را پرداخت بکنه مهر اما اگر بیایی که زنی را به اجاره بگیره از گوش کو زنی را به اجاره بگیره ما به این عقاید هستیم میگیم والذین یرمون محصنات ثم لم یعتوا بعربد الشهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فاولئک هم الفاتقون ما به این عقیده هستیم الان اجازه بدید الان پس شما حکم کفر ابو حنیفه را ثابت کردید
چون اینجا ابو حنیفه حرفی از نکاح نمیزند. حالا این نکاح اجاره میخوام از شما پرسان بکنم، این نکاح اجاره شما با متعه چه فرقی دارد؟ خب به قول شما نکاح اجاره من لفظ نکاح اجازه بدید لفظ نکاح متعرم میگن نکاح متعه. اینجا ابو حنیفه حرفی از نکاح نزدن، گفته اگر یک کسی زنی را اجاره بکند برای زنا کردن هیچ اشکالی برش وارد نیست. شما لفظ نکاح از کجا اندلی وارد؟ من برای چی میگم ما اعتقاد به قرینه داریم. قرینه چی را میگیم؟ قرینه با او چیزی که موقعی گوش کو یک چیز. شما عقل میگین، ما قرینه میگیم. قرینه او چیزی که در ما دلالت بکنه به یک شی دیگر، شی را ما مقایسه میکنیم، قرینه میکنیم که اینجا این قسم بود و ما باید اینجا این قسم باشه، این را ما میگیم قرینه میکنیم. اما شما چی میکنید؟ شما از حقل چرا حقل شما میگین؟ عقل شما میگه صبر کن یک دقیقه دوست، ما وقت دادم گوش کن دوست عزیز، ما را وقت بده. ما وقتی همین سوال من را یاد داشت کن جواب بده. ببینید شما وقتی شیعه قائل به متعه هست، نکاح متعه، این نکاح متعه را هم از قرآن کریم ثابت میکنن هم از روایات کتب خودتان. شما قائل هستید به ای که شما میتونید یک زنی را برای زنا اجاره بکنید، برای زنا اجاره بکنید. هیچگاهی اهل تسنن به این عقاید و مفکوره نیست که زنی را نفس زنی را به اجاره بگیره برای زنا کردن. ما به یک عقاید هستیم که ما برات آیتشم خوندم، هرگاهی که ما به این عقاید هستیم، هرگاهی کسی که زنا میکنه، آقای ابو حنیفه ابو هریره، این کتاب شماست، کتاب المحلا امام شما نوشته کده، کتاب من نیست، میگه که قد ذهب الى هذا ابو حنیفه ولم يردني الا ما كان متعارفه با اما ما كان فيها عطاء او استعجار فليس الزني، کسی که زنی را اجاره بکند برای زنا. حرف سریع بالای سبر بالای از او را بخوان که وجه چی نوشته، بالای امور را بخوان، شما بخوانید، بخوان برای من بخوان، بخوان او را بخوان، من ببینم من چشمم درست کار نمیکنه. بخوان شما بخوانید، من به واقعیت شورت میگم، این واقعیت خدایی شورت میگم که چشمت درست کار نمیکنه. بابا بالای تعامل اصلا رفتی به هم دیگه ندارن، حرف مفت الهی ندارن. بابا گوش کو تو یک دقیقه، برای من خودت خو یک دفعه بالا بخوان اونجا چی گفته، لفظی چی را به کار برده. شما یک دفعه میره خود درست بخونید کتاب الحدود است، مسئله 22-18 حکم تعجر الزنی، کسی که زنا استعجار اجاره بکنه برای زنا. ای خیر بکنه، ای خیر. حدود برایش چی میشه؟ حدود بالایش چی میشه؟ حدود الله؟ آره حدود یعنی آیا برای شلاق باید بدنن حد برایش بدنن یا نه؟ ای خیر ببینی اینا باز ما چی میگه؟ باز ما چی میگیم؟ ما استناد از این آیت میکنیم که آیت کریمه است، ما خود برات خواندم او برادر. آقای ابو هریره، مد حرف تو کاری ندارم، این امام توست، امام تو میگه اگر یک مردی زنی را اجاره بکند برای زنا کردن هیچ اشکالی بر او وارد نیست، نباید هم حد بزنید. از این جواب بدید، دریوری دمه تحویل ندید لطفا، بفرمید از این دمه جواب بدید. شمایی که به حکم خداوند متعال متعه که حکم خداوند متعال است، از قرآن همین الان برای ثابت بدیم، از کتاب خود برای ثابت کدیم، ایراد میگیرید، میگیدی بی افتیه. ما برادر ما ایراد به این خاطر میگیریم که در زمان حیات رسول خدا، گوش کن، در زمان حیات رسول خدا حدیث نازل شد که خوردن گوشت های خرهای اهلی و همچنان نکاح متعه برای شما حرام گردانیده شده. در زمان حیات رسول خدا این حدیث آمده بود. الان باش الان دو دقیقه برای ما وقت بده، دو دقیقه وقت بده، من پس دوباره برات میام لفظ ما حدیث برات میارم که آن زمان حیات رسول خدا هم شد. حالا که امیره که گفتی پس گوش کن، این کتاب جوتن عزیز از تحریفترین کتاب خودش مهم دهش ثابت بکنم که یه عرفایی که میزنه چلندیاتی بیشن. کتاب صحیح مسلم
کتابی چی؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم، صحیح مسلم. تصنیف حافظ ابوالحسین مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری، متوفای 261. صفحه چند؟ صفحه 551. کجا چاپ شده؟ بیت الافکار دولیه، بیرون عربستان سعودی هم چاپ شده. ببینید ریاض عربستان سعودی چاپ شده. صفحه 551. بریم چی میگه؟ کنتو عند جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگه، فاتاه فقال ابن عباس به ابن زبیر، ابن عباس و ابن زبیر اختلفا فی المتعتین، در مورد دو تا متعه با هم اختلاف کردن. فقال جابر، جابر چی میگه؟ فالناهما مع، انجام دادیم همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ثم بعد نهانا عنهما عمرو، عمر ایرا حرام کرد. فرار دیدین دوستان عزیز؟ فرار دیدین؟ یعنی ردش میگن فرار، خب یعنی ردش میگن فرار.